سلام، شیشه دوربینمون میگم شیشه دوربینمون آیا تمیزه؟ خیلی خوب، یه پشه هم اومده تو، حالا اشکال نداره. بچه چند تا مسئله دیروز اتفاق افتاد. ما خیلی روز به قول گفتنی شلوغ پلوغی توی گروه داشتیم دیروز و یه سری اتفاقای افتاد. حالا من گفتم که یه لایو کوچولویی بذارم و یه صحبت مختصری در موردش بکنم، نظرات خودم رو بگم و اگر شما هم سوالی دارین، صحبتی دارین، در زیبا مسافرت گروه به کانال که یه دفعه دیدم سمیر اومد به من گفتش که این ویدیویی که تو فرستادی توی کانال نگاه کردی اصلا که تو اینو اینجوری میفرستی؟ گفتم چی بوده؟ بذار ببینم. نه که دیدم آره، یه ویدیویی که مرضیه که اسم خودشو به سوفیا تغییر داده با دوستش که کنارش بود، فکرم فرهناز اسمش بود، این طرفم توی این یکی ماشینم شقایق و ترانه بودن، میاد حالا یه حرف میزنن و مثلا شوخی میگه، شوخی بکنم، آخر شوخیش یه فوشی رو میگه. حالا من اینجا تکرار نمی کنم بخاطر اینکه شک دارم که یه وقتی لایوم بلاک نشه. خب من وقتی که اینو شنیدم، بچه پیاماتون بعدم میام میبینم، الان نمیخوام حواسم پرت بشه، من وقتی که اینو شنیدم خب خوشم نیومد، گفتم که انتقاد کردم دیگه، دو تا ویدیو مسیجی دادم و نظرات خودم گفتم که به نظر من، حالا همش تو کانال هست دیگه، گفتم به نظر من این مدل حرف زدن و شوخی کردن و استفاده از این الفاظ درست نیست. حالا این قضیه بماند، این خیلی دیگه، حالا یه سری بچه های اومدن کامنت هایی دادن، بعضیا خیلی مثل شکوفه انگار که مثلا خیلی بهش برخورده بود که چرا تو داری میگی مثلا این حرف بدیه، این اوکیه، نباید دادم. اصلا یه کامنتش انقدر چرت بود که من فقط گفتم بابا این زن چقدر واقعا از نظر نمیدونم زادم توهین نکنه و خلا کلمه بیشعور رو به کار نبریم. به هر حال بعد من هیچ دیگه، یعنی میخوام چیزی که بگم خیلی به موضوع مربوط نمیشه، در همین حد بود و بچه های مختلف نظراتشون دادن و من یه دفعه دیدم که ترانه با من تماس گرفت. ترانه با من تماس گرفت و گفتش که سحر من نتم خوب نیست و ولی من متوجه شدم که شما هم پیام دادی، ویدیو مسیج دادی و خوشت نیومده بود از این شوخی و به هر حال نظر منفی داشتی. خواستم بهت بگم که ببین، خود منم اون لحظه خندیدم ولی بعد از اینی که ماشین حرکت کرد یه ذره رفتیم جلو، گفت چقایقم کنارم بود و متوجه شد، گفت اصلا خودم هم خوشم نیومد، ناراحت شدم از همین ریاکشنی که نشون دادم، گفت منم با تو موافقم، شوخی خوبی نبود و گفت شقایقم الان اینجاست کنار منه و شقایقم اینو تایید میکنه. البته من و ترانه قبلش یه ذره صحبت کردیم، بعد گفتم خب ترانه میخوای ضبط کنم که تو چون نتت خوب نیست من ضبط کنم بفرستم به گروه، گفتش که آره. که من ضبط کردم صحبت رو، به اندازه یه 5-6 دقیقه شد که اونجا یکی این حرف رو زد و بعدش هم راجع به این صحبت کردیم که خب حالا اگر زیبا میاد اسم اندام های بدن رو راحت به کار میبره، تفاوتش در چیه تا کسی که میاد به عنوان شوخی، به عنوان فوش، به عنوان تحقیر و تمام اینا به کار میبره. اونجا یه صحبت کوچولویی هم راجع به این موضوع کردیم و تفاوتاشو گفتیم و تموم شد مکالممون. این گذشت و رفت تا دیدم دوباره مثلا به فاصله بگم بهتون
نیم ساعت بعدش یا چقدر بعدش، حالا نمیدونم، مثلا این خیلی هم نگذشت، شدم نهایتا یه ساعت، دیدم دوباره ترانه داره به من زنگ میزنه. بعد جوابشو که دادم خیلی ناراحت بود، داشت گریه میکرد. گفتم که چی شده؟ گفت که ببین ما الان اومدیم، گفت من الان یه ذره فاصله گرفتم از بچه ها، وقتی که این وایس رو من به تو دادم و نظر خودم رو اینجوری گفتم، بعد از اون صوفیا یا مرزی، حالا من هر دوتا رو میگم که به هر حال بچه ها بدونن، هی اومده یه چند باری با کنایه با من صحبت کرده، من اهمیت ندادم، مثلا همینجوری حالا گذشتم ازش. ولی حالا نمیدونم، چون یه زنم داشت گریه میکرد و چیز بود، حالا تیکه آخرش رو نفهمیدم که چی میشه که به هر حال اینا دعواشون میشه. بعد میگفتش که با صدای بلند توی خیابون برداشت به من گفتش که تو رو همه میشناسنت، تو با فلانی بودی، تو با بهمانی بودی، همین طلا هم یکی از بچه هایی که دیروز خونش دعوت داشتن، گفت همین طلا نمیخواست تو رو تو خونش را بده، تو دیگه شخصیتت بر همه معلوم. حالا اینجور چیزا ها ممکنم هست من این ور اون ور بگم، بلکه من اونجا نبودم، ولی حالا مضمون کلی حرفی همچین چیزایی نمیخواست را بده. و بعد ترانه خیلی ناراحت شده بود، اومده بود این طرف و داشت گریه میکرد و با من این حرف رو زد. بعد من گفتم که خب، گفتش که آره من نمیدونم باید چی کار بکنم و توی این موقعیت و این حرفا. منم اول فقط گوش دادم که مثلا این حرف بزنه بگه، اون حالتهای خودش رو نشون بده. بعد در نهایت صحبتمون به اینجا کشید که گفتم که خب، گفت آخه مثلا صحبتهایی که راجع به من شد باعث شد که بچه ها این ذهنیت رو پیدا کنن و اینا. و من بهش گفتم خب ترانه، مثلا خود من یکی با تو که هیچ وقت دشمنی شخصی با تو نداشتم، واقعا هیچ وقت با ترانه دشمن نبودم، از این نظر که بگم مثلا این فرد اسمش ترانه است و من باهاش دشمنم. گفتم که خود من با تو مثلا سر این بود که مثلا حتی گفتم که ما حتی اسم کامل و درست تو رو نمیدونیم، مثلا دور همی توی خونه، تو خونه خودت، گفتم حالا جاهای دیگه گرفتی ولی تو خونه خودت نگرفتی. گفتم ببین من خود من مثلا با تو این بود، میخواستم که مثلا یه شناخت بیشتری از تو داشته باشم. گفتم الان هم بچه ها که مثلا اگر منظورشون به حرفایی که من زدم، مثلا من این بود. گفتم ببین الان هم هیچ اشکالی نداره، تو شقایق که کنارته، شقایق هم از نظر من آدم قابل اعتمادیه و من به حرف شقایق اعتماد دارم، برای که چند سالی که میشناسمش، از نزدیک باش برخورد داشتم و به هر حال شخصیتش رو اینجوری میبینم. گفتم خب تو همون کارت شناسایی تو به شقایق نشون بده، شقایق هم به من بگه من قبول میکنم. گفت نه اصلا چرا به شقایق نشون بدم، من برای خودت میفرستم، فقط کارت ملیمو تو کانال نذار. گفتم باشه نمیذارم ولی مثلا اعلام میکنم. گفتش که باشه. بعد گفتش که الان از اینجا بخوایم برگردیم، چون قبلا هم دیده بودم، به یکی دیگه از بچه هم گفته بود مثلا تو خونه پردیسم بیا، گفت از اینجا هم بخوایم برگردیم من میخوام شقایقو با خودم ببرم خونمون تو پردیس. که من گفتم خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، مگه تو همین چیزا بود، ما همین مسائل رو میخواستیم با تو، در واقع مشکل اصلی من سر این مسئله بود، وگرنه خب حالا روابطی اگر بوده، مسائلی اگر بوده، من نظر خودمو گفتم ولی مسئله من اینا بود بیشتر. خب این کارا رو انجام داد و برای من فرستاد و حالا من توی به بچه هم اعلام کردم، گفتم که خب آره اسمی که توی کارت ملیش هست در واقع مهین ساروخانیه و این حرفا. دیدم باز دوباره یه چند وقت بعدش دوباره زنگ زد، خیلی هنوز ناراحت بود، گفتش که سر من نمیتونم این جو تحمل کنم، رفتار بچه ها رو، حالا یه جوری به قولی بهتون بگم انگار که جو دیگه اون صمیمیت رو نداشت. حالا ترانه هم ناراحتیاشو میگفت.
بعد گفتش که ما گفتم خب تو جای دیگه ای داری به جز خونه طلا که بخوای بری؟ الان حتما مثلا فقط یه دونه گزینه داری و خونه طلاست. گفتش که آره جایی رو نداریم به جز خونه طلا که بریم. بعد منم توی شب نمیتونم رانندگی بکنم و یعنی حتی میخواستم برگردم تهران، ولی شرایطم جوریه که حالا رانندگی توی شب برام سخته. گفتم خیلی خوب. گفتم برخورد طلا چی بود وقتی که بچه ها این حرف رو زدن؟ گفت من حتی به خود طلا گفتم، گفتم که طلا اگر مسئله ای داری مثلا نمیخوای من خونت بیام به من بگو. که گفته نه 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 اصلا همچین چیزی نیست، من اون موقع خب رو تو شناخت نداشتم، نظر مثبتی هم نسبت به تو نداشتم، ولی الان اصلا اینطور نیستم و از لحظه‌ای هم که پذیرفتم و گفتم که مثلا شما رو به هر حال دعوت کردم، پس معلومه که نظرم مثبت بوده برای اومدنت به خونم. و اینی که تا الان بهشون گفته بود وقتی که میایین مثلا تو خونه من فقط جر و بحث نکنید دیگه، من نمیخوام بحث و اینا تو خونه بشه. بعد من گفتم خب باشه، حالا یه ذره شما میخواین فاصله بگیرین، یه ذره با شقایق بر خودتون دوتایی برین بچرخین، یه فاصله بیفته با بچه های کمی تو آرومتر بشی، بعد ببینیم چی کار کنیم. که تو این فاصله من زنگ زدم به طلا، بچه ها مثلا مهناز و مرزی صوفیا و فرهناز و سهیلا و سپیده خونش رسیده بودن، شقایق و ترانه هنوز بیرون بودم. گفتم که طلا این اتفاقایی که افتاده الان تو اوکی هستی که بچه ها بیان بدون تنش بدون دعوا و حالا به هر حال چیز با هم بحث بکنن که مثلا ما بتونیم یه شرایطی رو ایجاد بکنیم، بچه ها به جایی که یه نفر اخماش رو تو هم کنه، یه نفر نمیدونم متلک بندازه، یکی بره تو اتاق بشینه، اینا بتونن دور هم جمع بشن و ناراحتی هایی که دارن و آروم به هم بگن. بعد گفت که سهر من حقیقتاً اون اتفاقی که توی بیرون افتاد و اونجوری مثلا مشاجره شد، گفت منو خیلی اصلا یه لحظه شوکه کرد، گفت منو خیلی شوکه کرد و من واقعا نمیخوام دیگه این مسئله پیش بیاد و مثلا حالا تو خونم دعوا بشه، بچه ها بخوان اینجوری با هم برخورد بکنم. که منم بهش گفتم خیلی خب پس من یه نظر دیگه ای دارم. گفتم ببین یه وقتایی میبینی بین بچه ها یه حالتی پیش میاد انگار مثلا یه جور چجوری میگن مثلا یه تفرقه ای هست، مثلا انگار دو گروه میشن، بینشون مثلا یه سردی میفته. گفتم خب تو حداقل به عنوان میزبان میتونی یه نقش خیلی خوبی داشته باشی این وسط که این حالت رو اگر که پیش اومد، چون من که اونجا نبودم، به هر حال این صحبتهایی رو که دارم میگم بر اساس چیزایی بود که شنیده بودم، گفتم اگر که یه همچین حالتی پیش اومد تو به عنوان میزبان میتونی این جو رو بشکنی و به هر شرایط رو به سمتی ببری که این حالتی نباشه که مثلا یکی یه بر باشه یه جوره دیگه. گفت نه باشه خیالت راحت باشه و من این موضوع مد نظرم هست. آها اینم بهش گفتم، گفتم ببین مسئله من با ترانه سر اینی که خب هویتش رو مثلا خیلی برام مشخص نبود، حالا چیزایی که قبل از لایو گفتم، یعنی قبل از این صحبت رو برای خودتونم گفتم، گفتم که ببین مسئله من با ترانه این بود، خب الان مثلا اومده این کارو کرده، کارت ملیشو برای من نشون داده، خب این قدم خیلی خوبی بود. بعد گفتش که آره من خود منم اولی که بچه ها داشتن میومدن اینجا و مثل که اون مدرسه که حالا توش میرن و شب میمونن هم مثلا طلا براشون اوکی میکنه، گفت خب ببین برای من مثلا یه مسئولیتی داشت، بعد مثلا بعد شناخت میداشتم روی این افراد، بعد مثلا هویتشون رو میدونستن، یه همچین چیزایی. گفت خب به هر حال برای من یه مسئولیتی داشت و از این طرف هم مثلا تو خونه خودم، چون مثلا طلا تازه هم اومده توی روابط ما خیلی، حالا بگی مثلا دور هم فکر کنم مثلا اولین باری بود، یا حالا اولین بارم نه ولی زیاد مثلا با بچه ها هنوز مثلا آشنایی حضوری نداشت.
گفتش که من از این جهت اولش که یه دفعه شنیدم مثلا گفتن ترانم میاد یه ذره بددل شدم که مثلا خب من خیلی نمیشناسمش، بهای بک‌گراند مثبتی ازش ندارم. گفت ولی بعد از اینی که مثلا حال بچه ها صحبت کردن و گفتن ما دیدیمش و مثلا قبلا باش مسافرت رفتیم و همه اینا، گفتم خب باشه اوکیه. بعد گفتم خب پس به نظرت مرزی کار درستی کرد که اونجا وسط دعوا یا صوفیا حالا چیز کنیم اسمی که خودش دوست داره رو بگیم، گفتم به نظرت کار درستی کرد که وسط دعوا یهو اینو پیش کشید؟ گفت نه اصلا اون موضوع هیچ ربطی به مسئله من نداشت و منم زمانی که ترانه رو خودم دعوت کرده بودم دیگه با ترانه مشکلی من نداشتم که این بخواد حالا اونجا از این مسئله استفاده بکنه برای یه جوری انگار کوبیدن ترانه. گفتم خیلی خب پس دیگه حالا خودتون توی اون جمع هستی، من نیستم، ولی سعی کن این مسئله رو لحاظ بکنی و جو طوری باشه که بچه ها همه بتونن راحت اونجا رو بپذیرن. بعد با ترانم که صحبت کردم، خب ترانم مثلا اولش یه جوری بود که گفت من اصلا برم اونجا میخوام فقط برم تو اتاق بخوابم، اصلا نمیخوام زیاد با بچه ها روبرو بشم و اینا. دوام بهش یه حرف زدم، گفتم ببین ترانم، خب ما که تا اینجا تونستیم یه بخشایی از این مسائل رو حل بکنیم، تو هم الان خب حالا گریهاتو کردی، ناراحتیاتو بیان کردی، همه اینا خیلی خوب، ولی چرا این کارو بکنی؟ چرا این کارو بکنی؟ گفتم ببین با خودت یه حرف بزن. من واقعا این یک کاریه که خودم انجام میدم. گفتم من یه وقتای خیلی عصبانی میشم، خیلی عصبانی میشم، بعد میام با خودم میشینم میگم که من میخوام بتونم توی این وضعیتی که هستم درست و منطقی رفتار کنم، با وجودی که درونم عصبانی متلاطم همه اینا، ولی میخوام بتونم اینجوری برخورد بکنم. گفتم که تو هم حداقل با خودت اینو بگو، تو ذهن خودت اینو بگو. بعد یه دفعه گفت، خیلی مثلا گریه که احساساتی شد، بعد گفتش که چه جمله قشنگی به من گفتی، چرا منو آروم کرد و باشه باشه من این کارو میکنم. که حالا این گذشت و بعد از اون، چون اولش هم طلا گفته بود که مثلا وقتی میایین خونه من نمیخوام مثلا عکس و فیلم باشه، بچه‌ها هم قبول کرده بودن. بعد دیدم مثلا یه کار قشنگی که طلا کرد، خودش موقعی که داشتن جوجه کباب درست میکردن با شقایق مثلا یه ویدیو فرستاد. بعد کم کم یه ذره که گذشت، یه دفعه دیدم که مرزوفیا چند تا ویدیو فرستاد که مثلا بچه ها نشسته بودن و مخصوصا دیدم از این کار صوفیا هم خوشم اومد، دیدم که خیلی قشنگ خودش با ترانه مثلا داره صحبت میکنه، ترانه بالا اینا. تو من خیلی وقتی که اونو دیدم گفتم پس قضیه حداقل تا این حد درست انجام شده که اینا بتونن شبی که در کنار هم هستن علارغم ناراحتیایی که قبلش داشتن، علارغم برخوردهایی که پیش اومده، ولی بتونن بدون رفتارهای قهرآمیز، بدون اینی که مثلا یکی بخواد بره مثلا اخ کنه، نمیدونم بغ کنه، من خیلی بدم میاد از اینجور رفتارها، بدون این حالتها تونستن کنار هم باشن. و این خیلی خوب بود، این خیلی خوب بود که امروزم ترانه از من تشکر کرد و منم ازش ممنونم، 500 هزار تومان برای من به عنوان هدیه فرستاد، گفت دیروز خیلی تونستی به من کمک بکنی که اون حالاتی که بهم دست داده بود رو کنترل بکنم. و واقعا خودش هم خیلی خیلی خوب تونست اینجا عمل بکنه. حالا بازم میگم من در همین حد بچه ها میدونم و شنیدم. ممکنه اینی که بچه ها وقتی که مسافرتشون، چون بچه ها الان هنوز تو راهن، تو مسافرتن، ممکنه بعد از اینی که حالا مسافرتشون تموم بشه شاید خودشون بخوان بیان راجع به این قضایا بیشتر و کاملتر و مفصلتر حرف بزنن. من اون چیزی که خودم میدونستم و شنیده بودم رو برای شما هم گفتم. سهر میگن به خاطر بارون
آبشارهای کوه بیستون فعال شده، درسته؟ منم توی ویدیوهای اینستاگرام دیدم، خودم از نزدیک ندیدم، ولی بارون خیلی زیادی داشتیم ما اینجا، خیلی زیاده، خیلی 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 سرد شده بود، طوری که دیگه ما دیگه مجبور شدیم امروز دوباره شوفاژور رو روشن کنیم. خانومی که میگه چرا دوره همی کم دارید زندگی درمانی ندارید، نمیدونم شما حالا تو مثل اصحاب کف تو خواب بودی یا مسائل دنبال نمی کردی، بچه ها که اصلا ترکوندن، مدام دوره همی، مدام زندگی درمانی، مدام مسافرت های با هم و همه این برنامه ها، علی رغم اینی که ممکنه توش دلخوری پیش بیاد، ممکنه به هر حال ناراحتی بین بچه ها پیش بیاد، البته اینجوری هم نبوده و واقعا هم حسابی هم بهشون خوش میگذره، یعنی شاید بگیم 90% بهشون خوش میگذره، ولی درصدی اینجور مسائل هم داره، ولی همش آموزنده است و بچه ها یاد میگیرن که هممون، نه فقط بچه ها، هممون یاد میگیریم که رفته رفته توی شرایط های عصبانیت، توی شرایط های دلخوری چجوری رفتار بکنیم که بتونیم اوضاع رو بهتر مدیریت بکنیم و حالت های خودمونم بهتر کنیم. ولی اینم دیگه الان شده آیستی. خیلی جاهای دیدنی کرمانشاه رو برم بهتون نشون بدم، حالا باشه دیگه فرصتی بشه، چون جاهای دیدنی کرمانشاه، جاهای طبیعتی منظورمه ها، وگرنه خب حالا آثار تاریخی و اینا که هیچی، جاهای مثلا طبیعتهای خیلی قشنگی استان کرمانشاه داره که خیلی به شاید مثلا مرکز و استان نزدیک نیستن، باید حتما ماشین داشته باشی، بلد باشی، بری ببینی. حالا میگم فرصتی باشه برم حتما برای شما هم فیلم میگیرم میفرستم. خب آها، نت براتون خوب نیست؟ آه دیگه یه ذره بعد این بارون و اینا یه ذره سرعت نت ها اومد پایین. بچه ها منم در واقع بیشتر هدفم این بود که یه لایف بذارم و مسائل دیروز رو براتون به طور خلاصه بار تعریف بکنم، حالا اگه میگید نت هم یه ذره اذیتتون میکنه، ولی فکر کنم وقتی که سیف بشه دیگه درست دیگه اوکی میشه. عکسای کانال زیادن مال دوره همیا. خب دیگه بچه ها خب میذارن، اتفاقا من خیلی هاشم نمیفرستم، اینجوری نیست فکر کنی همه رو میفرستم، مثلا